برایت بارت نیوز یه گزارشی درباره لیستگذاری تروریستی سپاه پاسداران توسط وزارت خزانهداری آمریکا و واکنش های رژیم فهرستی از اعمال تروریستی جنایتکارانی سپاه به طور خاص علیه اعضای مقاومت ایران را منتشر کرد. از جمله ترور شهید بزرگ حقوق بشر دکتر کازم رجبی در ژنو و ترور شهید بزرگ دفاع از حقوق پناهندگان مجاهد خلق زهرا رجبی در استانبول بخش هایی از این گزارش رو با هم ببینیم. But then it goes on. It lists the regime's multiple flagrant violations on the resolution's non provisions. Every six months the Security Council is presented with News تمجید نفرت انگیز وزیر خارجه رژیم از صفای پاسداران مینویسد. کمتر از 24 ساعت بعد از تحریم سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی توسط وزارت خزانه داری آمریکا جواد ظریف مدعی شد ایرانی ها همه سپاهی هستند برایت بارت با اشاره به مخالفت های گسترده مردم ایران در داخل و خارج کشور با ادعای مسخره ظریف می برخلاف توییت ظریف ایرانی ها گفتند که این سپاه پاسداران است که هم به طور مستقیم و هم غیر مستقیم از طریق عواملش در سراسر خبر میانه دست به اعمال تروریستی میزند. برایت بارت نیوز سپس به تاریخچه طولانی اعمال تروریستی سپاه پرداخته و در این رابطه چند نمونه را ذکر می کند. 14 مارس 1990 سوء قصد تروریستی سپاه برای ترور حسین آبدینی عضو کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت 24 آوریل 1990 13 تروریست رژیم ایران با پاسپورت های صادر شده توسط وزارت خارجه این رژیم دکتر کاظم رجوی نماینده شورای ملی مقاومت را در نزدیکی خانه اش در ژنو به قتل رساندند 5 ژوئن 1992 ربودن علی اکبر قربانی عضو سازمان مجاهدین در استانبول و سپس شکنجه و کشتن وی 15 مارس 1993 عوامل سپاه محمد حسین نقدی نماینده شورای ملی مقاومت در ایتالیا را ترور کردند 20 فوریه 1996 تروریست های ازامی از تهران خانم زهرا رجبی عضو شورای ملی مقاومت را در استانبول ترور کردند او برای کمک به پناهندگان سیاسی ایرانی به ترکیه رفته بود همکارش علی مرادی نیز به قتل رسید جوان 2009 سرویس امنیتی رژیم ایران ندا آقا سلطان را در جریان قیام سال 88 در خیابانهای تهران به قتل رساند نیروهای بسیج متهم به سرکوب بیرحمانه اعتراضهای بعد از انتخابات رسفا در آن زمان شدند برایت بارت نیوز در پایان می نویسد روحانی رئیس جمهور رژیم ایران درست قبل از نامگذاری سپاه توسط آمریکا از آن تمجید کرد